یادمون باشه که چنان که تا حالا صحبت روش من بوده، نگاه هم نگاه جهانی است، از فراتر از جیغ و دادها و انگو اتهام زدنها و یاوه سرایی هایی که در پاره موارد به دلیل غرایز شخصی در تهران یا جای دیگه گفته میشه، به دور از اون هاست و هیچ ارتباطی به اونها نداره. با ادبیات جهانی و با ادبیات مورد توافق تمام کوشندگان برای دموکراسی جهانی انسانی و بشری و ادب در اینه که در آپارتاید بودن اون رژیم نه فقط مخالفین خیلی حرفا دارن، خود اون رژیم هم قبول داره وقتی که اصرار داره که خیلی از ایران مصرتر، که ایران بگه رژیم جمهوری اسلامی ایران، اون اصرار داره بگه کشور یهود اسرائیل است، Jewish State of Israel، که خیلی پرس محکم، یعنی اینکه فقط اینجا یهودی، محل زندگی یهودی هاست، یا باید غیر یهودی از اینجا بره بیرون یا تم به اون چه که ما تا حالا تحمیل کردیم بده که و دادن. از هر لحاظ این بحث مفصلی است که در آینده میتونیم بکنیم، ولی در بندی سیستم های مختلف جهانی که آفریقای جنوبی در مدل آپارتاید به اصطلاح نمونه شده، در اون طبقه بندی قرار میگیره و فعلا تنها رژیم آپارتاید رسمی جهانه، گرچه در ایران ما آپارتاید مذهبی هم وجود داره ولی هرگز قابل مقایسه با اون چه که اونجا هست نیست. خب این سوریه با چنین شرایطی در برابر اسرائیل ایستاد، اما این امضا نکردن صلح باعث نشد که اینا دائم با هم زد و خورد داشته باشن، گرچه از اون زمان تا حالا سیاست نجنگ حالت نجنگ نصلح برقرار بوده، ولی معمولا درگیری نداشتن. تنها درگیری ها مواقعی بوده که اسرائیل هر وقت دلش خواسته یه جایی رو در سوریه بمباران بکنه، رفته بمباران کرده، اول انکار کرده، بعدن هم قبول کرده، و اینکه بتونه بگه که ما اینطوری نازش هست میتونیم نشون بدیم، که آخرین بارش بمباران مراکزی بود هستی. که ادعا شد اونجا مراکز تحقیقات هسته‌ای سوریه هست. خب این شرایط مقدمه‌ای بود بر سوریه. این سوریه با این شرایط که تنها کشورش که صلح نکرده و دنبال زمینشه، و جالب اینجاست که هم دوران حافظ اسد هم پسرش دلیلی که می آوردن، شرطی که می داشتن بسیار ساده بود و اون همینه که این زمین های ما رو پس بدید ما صلح بکنیم، ولی اسرائیل همیشه از پس دادن اون صلح این زمین ها پرهیز کرده. ضمناً در همین رابطه قطعنامه ها، با وجودی که آمریکا تا حالا بیش از 100 تا قطعنامه محکومیت اسرائیل رو وتو کرده، با همین حرفا چند قطعنامه رو نتونسته وتو بکنه و تصویب شده شورای امنیت، که معروف ترینش قطعنامه 242 که همه این سرزمین ها میبایستی پس داده میشد. اسرائیل تا حالا تونسته در برابر هم اون قطعنامه و هم قطعنامه های بعدی نزدیک 65 قطعنامه رو زیر پا بذاره و هرگز محلی از اعراب برای اون قطعنامه ها قائل نشه. در این مدت سوریه با وجود چنین تناقضاتی و درگیری هایی همیشه یک فضای باثبات امن برای اسرائیل به وجود آورده. تنها کاری که کرده این است که پشت سیم‌های خاردار در منطقه تپه‌های جولان توریستا میرن، از این ور سیم فنس‌هایی که این ور هست اون طرف رو مشاهده میکنند و بعد میگردن. بعضی هم که میرن تماشا بکنن، چهار تا مش گره میکنن، چهار تا فحش میدن، و در منطقه حائل هم دروازان سازمان ملل اونجا مستقر هستن که مواظبن که درگیری بین این دو تا کشور به وجود نیاد.
استدلالی که از طرف حاکمیت سوریه مطرح می شد و میشه این هست که، و تهران هم خیلی انگوش روی می زره، این هست که این جایی که جبهه مقدم، تنها جبهه مقدم جبهه مقاومت در برابر اشغالگریه، هر حرکتی که این جبهه رو تضعیف بکنه حرکت امپریالیستیه و نباید بپذیریم. این رو اشراف میدن، شمول بیشتر میدن به هر حرکتی، یعنی به آزادی روزنامه ها، به آزادی روزنامه نگارا، به آزادی احزاب، که این بهانه ایست که همه دیکتاتورها میارن. در سوریه هم همین طور بوده و مطلقا قابل پذیرش نیست و اعلام خطرهایی که میکنن بیگمان کوچکترین ارزش از اعتبار نداره. الان میگم چرا. در تمام این چند دهه گذشته افکار سنجی های سازمان های بسیار معتبری از غرب مثل گالوب، مثل پیو و دانشگاه های مختلف آمریکایی و اروپایی که در اونجا کردن، همه نشون دهنده این هست که صرف نظر از رژیم های حاکم بر کشورهای خاورمیانه، تمایلات مخالف با آمریکا در اون کشورها به شدت بالاست. تنها در جاهایی که مثل ایران، تنها جاهایی که حاکمیت اونجا زیادی شعاره بر علیه آمریکا میده، اونجا خود مردم شلترن. یعنی در اردن که رژیمش به شدت جزء وابسته های به آمریکاست، و یا رژیم مصر مبارک که رژیم به شدت وابسته به آمریکا بود، و حتی ترکیه که عضو پیمان ناتوه، ترکیه که اجازه داده بمب اتمی آمریکا در اونجا مستقر بشه، حتی در اونجا رقم نارضایتی، ناموافقت به آمریکا به نزدیک 70-80% میرسید. بله. شنیدیم که ایران با وجود این همه شعارهای مرگ بر آمریکا، در بین کشورهای همسایه بالاتر، کمتر نرخ مخالفت و به اصطلاح نگاه منفی به آمریکا داره، که این رو میتونیم در چارچوب مخالفت با حاکمیت و نارضایی از شعارهای توخالی و به اصطلاح بنیان براندازی که در آمریکا، در ایران داده میشه دونست. به هر حال در چنین شرایطی این تمایل در اون کشورها وجود داره، یعنی رژیم سوریه و هیچ رژیم دیگری در منطقه نمیتونه ادعا کنه که اگر من با مشت آهنین دست بکشم برم کنار، حتما فردا اینجا میفته تو دامن اسرائیل و میره وابسته به اونجا میشه، یا بقیه زمینهای ما رو هم میگیرن. عملا شاهد شدیم که به مجردی که در مصر تغییر رژیم داده شد و این دولت اخوان المسلمین با آمریکا مذاکره کرد و قول داد، ارتش مصر هم قول داد که اهنامه کم دیوید رو به دقت رعایت خواهد کرد، اون تظاهرات عظیمی که جلوی سفارت اسرائیل انجام شد یادآور این نکته است که اونجا با 4 تا کلمه خوب و سخنرانی اوباما در دانشگاه قاهره و ادعای طرفداری از دموکراسی، اون احساس منفی از بین رفتنی نیست. اینها رو توضیح دادم به عنوان مقدمه تا برسیم به اونچه که امروز میگذره. در سوریه پاسخ تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با خون آتش داده شد، همون کاری که رژیم تهران کرد، منتها اونچه که از سوریه انجام شد به مقیاس بسیار بالاتری بود، به طوری که در روزهای آغازی شاهد بودیم تعداد کشته‌های این نماز جمعه به 60 نفر، 80 نفر، 200 نفر، 500 نفر، تا اینکه این حرکت مسالمت‌آمیز تبدیل شد به حرکت مسلحانه و جنگ مسلحانه. تعدادی از نیروهای نظامی از رژیم جدا شدن، به این طرف پیوستن، ارتش آزاد درست کردن و بعد با همراه با پیشرفت کار اینها و گلوگشاد شدن آمد و رفت در سرزمین سوریه و آزاد شدن پاری از نقاط مرزی،
اونجا تبدیل شد به یک لابراتوار بسیار پر اهمیت برای اجرای پروژه های از سازمان های مثل القاعده و پاری از کشورهای دیگه که دنبال این هستن که بتونن چگونه میتونن پاپت رژیم، رژیم دست فشانده در اونجا درست بکنن. البته آقای قلوی، این مقدمات این کارها در همون تظاهرات مردمی چیده شد، یعنی بعد از اینکه خشونت اعمال شد بهترین بهانه را داد برای طراحانی که در مصر و در تونس و لیبی و اینا همین اقدامات رو کرده بودن. این بهترین زمان بود برای اینکه اینا حالا وارد مرحله بشن، یعنی اینا بعد از اون پایان و بعد از اون کشتارها به وجود نیومد، با آغاز اونا اینا هم زمینه رو مساعد دیدن، مثل همه جای دیگه به سرعت وارد معرکه شدن، با توجه به اینکه خیلی امکانات قوی داشتن مثل ترکیه، اردن و همینطور از بخشن از عراق و غیره. با صحبتایی که یادم هست از نشست پیشین درباره مصر کردیم، من به این نکته اشاره کردم که تقریبا 3 ماه بعد از روی کار آمدن حکومت اخوان المسلمین کمیته‌ای تشکیل شد که در اونجا بجز قطر، سازمان کشور، کنفرانس همکاری کشورهای خلیج فارس، 5 کشور بعد اردن رو هم بهش اضافه کردم به جای قطر، اینها یک کمیته کاری درست کردن که 2 نفر فرانس بندر بن سلطان و ولیعهد امارات متحده، اینا به اون اعضای کمیته کاری شدن که به دنبال این مسئله برن که سران همه کشورهای منطقه رو آماده کنن که در برابر این حرکت بایستن. از اینجا بود که سیل کمک‌های بسیار زیاد به سوریه برای اونایی که مخالف اسد بود جاری شد و برخلاف اخوان المسلمین، گرچه عربستان رابطه تاریخی خوبی با اونها نداشت ولی کجدار مریض میتونست با اونها رفتار بکنه، ولی مورد سوریه بهترین نمونه بود که اینها به با فراغ بال و راحتی کامل میتونستن در اونجا هر کاری که میتونن بکنن که با یه تیر چند نشون بزنن، هم مخالف دیرینه‌شون رو که همیشه در برابر اونها به سر نافرمانی کرده، نارفاقتی کرده، در جنگ ایران و عراق تنها کشور عربی بوده که عرب‌ها رو رها کرده و در برابر کنار کشور غیر عربی ایستاده، هم میتونستن اون رو ادب بکنن، هم یه رضایتی از اسرائیل و از آمریکا بگیرن و هم اینکه اصولا این بهار عرب رو در همونجا سلاخی بکنن تا مدت‌های قابل توجهی دیگه هیچ کس نتونه به نام بهار عربی یا تقاضای دموکراسی خواهی رو پای خودش بلنش. البته ترکیه هم داشتن در زمین، اون هم یک انتظار. بله بله، ترکیه هم از طرف دیگه با توجه به پروژه های جاه طلبانه‌ای که اردوغان با همکاری وزیر خارجه‌اش که ازش به عنوان تئوریسین گسترش طلبی نو عثمانی‌گری اسم می‌برند، برای اعمال این جاه طلبی ها یادمون هست که دنبال این بود که مصر در اونجا تالی ترکیه بشه و عملا اردوغان معلم مرسی حساب می شد و اینکه مدل مورد علاقه مصری ها مدل ترکیه است و این مدل گفتن ها تنها به خاطر نحوه رفتار با گروه های اسلامی و غیر اسلامی نبود، کانه های تجاری وارد می شد و نفوذ سیاسی بالا می رفت. در این فضا اینها این رابطه ها رو که برقرار کرده بودن، بهترین جایی که میتونستن رابطه ای رو، شرایط تحول رو به وجود بیارن که به مراد همین بازیگران باشن، این سوریه بود. با وجودی که اردوغان قبلا رفاقت نزدیک با اسد داشت، ولی بلافاصله همچنان که به راحتی تونست مقر استقرار بمب اتمی به آمریکا رو بده، در این تغییر سیاستش هم
در برابر سوریه ایستاد به بهانه مخالفت کشتار مردم سوریه دستور کمک دادن به مخالفین اسد داد که مجموعه هم بتونن هر طرف از طرف دیگه بکشه، که امروز وقتی صحبت از کشته شدن نزدیک به 120 هزار نفر میشه در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان، در رسانه‌های به اصطلاح کورپوریشنی آمریکا وقتی از این رقم استفاده میشه معمولا اصرار دارن که بگن این 120 هزار نفر رو رژیم اسد کشته، در حالی که به گزارش سازمان ملل تقریبا تعداد کشته ها 50-50 است. بله. یعنی یه جنگ داخلی تمام عیار که هر دو طرف مسلحه برقراره که این از اون میکشه و اون هم از این میکشه، اون دهات اون طرف رو آتیش میزنه، این هم دهات این طرف رو.